أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. درس این جلسه ما و شما در ارتباط به اقسام واجب می باشه. ما و شما در جلسه قبلی در ارتباط به اقسام حکم تکلیفی صحبت کردیم و اقسام حکم تکلیفی را خواندیم و تعریف واجب را هم کردیم و اختلاف بسیطی هم که در بین احناف و جمهور در تعریف واجب بود او را هم خواندیم. حالا این هفته و این جلسه درسی ما در ارتباط به اقسام واجب هست که اقسام واجب به چهار بخش تقسیم میشه. ما در این جلسه دو قسم از این اقسام را میخوانیم. یکی از این اقسام واجب به نظر اداه که همین واجب آیا وقت ادا از او چی وقته؟ چی وقت باید ادا بشه؟ دومین قسمی که میخوانیم اینه که واجب آیا معین هست، یعنی مقدر هست یا نیست، یعنی اندازه داره یا نداره. پس این دو قسم رو انشاءالله در این درس مصنف رحمت الله علیه برای ما شما بیان کرده همراه مثالهاش که عبارت از این قراره: اقسام الواجب. يقسم الواجب إلى أقسام متعددة. تقسيم شواد واجب بأقسام متعددة بعبارات مختلفة، بعبارات هاي مختلف. فهناك تقسيم له، بس يك تقسيم ياس براي واجب باعتبار وقت أدائه كشي وقت اي واجب أدامش. وآخر و قسم دیگر هست به اعتبار تقدیره و عدم تقدیره که این واجب آیا مقدر هست یا نیست، یعنی این واجب اندازه داره یا اندازه نداره. و ثالث سوم، قسم سوم واجب به اعتبار تعیینه و عدم تعیینه، آیا واجب معین هست یا ای که معین نیست. و رابع و قسم چهارم، به اعتبار مطالب به ادائهی، یعنی همین واجب چه کسی انجام میشه، یعنی چه کسی از او مطالبه شده که این کار را انجام بده، این واجب را انجام بده. پس همین چهار قسم را ما شما پیش ببریم. ونتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه الأقسام. وما صحبت میکنیم در پایین در آینده در ارتباط به هر قسمی از تقسیماتی که بیان شد، یعنی این تقسیمات یک و یک در عناوین جداگانه مصنف برای ما شما بیان میکنه. قسم اول، الواجب بالنظر الى وقت ادائه، یعنی همین واجب چی وقت ادا میشه. و هو بهذا الاعتبار واجب مطلق و واجب مقید. باز هر کدام از این تقسیمات در داخل خود خو اقسام و انواع متعدد دیگری داره. متوجه شدیم؟ حالا همین واجب به اعتبار وقت ادا باز به دو قسم تقسیم میشه. و هو به هذا الاعتبار، به همین اعتبار که واجب چی وقت باید ادا بشه، باز واجب به دو قسم میشه: واجب مطلق، واجب مقید. واجب مطلق چه قسم واجبی است؟ فالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون ان یقید اداؤه به وقت معین. واجب مقید همون واجبیه که شارع
فعل عد رو طلب کرده بدون اینکه مقید بکنه ادا ادو به وقت معین. یعنی ادا کردن همی واجب مطلق مقید به وقت نیه، یعنی به هر وقت میشه ادا کرد، یعنی یک وقت مشخصی نداره که ها ادا بشه به همی وقت ادا بشه، نه این شکل نیست. فللمکلف ان یفعله فی ای وقت شاء، مکلف هر وقت که دوست داره میتونه اون انجام بده. و تبرأ ذمته بهذا الاداء، و وقتی که همی مکلف فعل انجام داد بری از ذمه میشه دیگه، از ذمه از خالی میشه همی فعل. ولا اثم علیه فی التأخیر، و در تأخیرم برای شخص گناهی نوشته نمیشه. ولكن ينبغي له المبادره الى الاداء، اما مناسب اینه شایسته اینه که انسان در ادا مبادرت برزه، یعنی کوشش کنه که او رو دوتر انجام بده، یعنی انجام دادن از او خوب کاریه، هرچی دوتر بشه کار بهتریه. چرا زود انجام بشه؟ خوب است که در انجام از او انسان کوشش بکنه. لأن الآجال مجهوله، چون که اجلها مجهوله، اجل انسان مجهوله. ولا يعلم الانسان متى تحل به مصيبه الموت، چون که انسان نمیدونه که چی وقت مرگ به سراغ از او میه، چی وقت تحل و حلول میکنه یا فرود میایه مصیبت مرگ به او. پس هر چی دوتر اگر انسان یک فعل انجام بده بهتره. خب مصنف برای واجب مطلق مثال های هم بیان کرده، و من هذا النوع، از این قسم، یعنی از اقسام واجب مطلق، قضاء رمضانه، قضاء آوردن ماه مبارک رمضان. حالا یک انسان رمضان نتونست روزه بگیره، مشکل داشته، مریض بوده، حال قضاء آوردن رمضان این یک واجب مطلقی، یعنی مقید به وقت نیه که انسان باید فلان روز فلان ساعت بعد روزه بگیره، نه هر وقت که میخواه بگیره. قضا و رمضان، قضای رمضان، لمن افطر به عذر، کسی که خورد امی رمضان به عذر مشروع، به یک عذر مشروعی، فله ای یقضیه متا شاء، برای از هر زمانی که دلزو میخواه او قضا بیاره. دون تقید به عام مخصوص على ما ذهب الیه فریق من الفقها، این که مقید به یک عام، به یک سال مخصوص نیه که آدگه محل روزه خوردم باید همین امسال بگیرم، یک مبت بگیرم، نه هر وقت که میخواه بگیره. چنانچه بعضی از فقها کل حنفیه، مانند حنفیه، این نظر دادن خلافا لقیلهم، اما بعض دیگر میگن نه، تا سال دیگر، تا رمضان دیگر باید روزه بگیره، چون که باز سال دیگه میایه و باز در این روزه تأخیر میشه و این تنبل میشه و شاید دیگه نگیره. یک مثال دیگر برای واجب مطلق مصنف بیان کرده، و کل کفاره الواجب، مانند کفاره واجبه، ولی کفاره ای که بر عهده انسان، بر ذمه انسان واجب شده او رو هر وقت که ادا کنه مشکل نداره. الا من حنس فی من فی یمینه، کسی که خود حانس کرده در قسم خود، قسم خورده و قسم خود وفایی نکرده ولی حانس شده، کفاره قسم هر زمان که مایه ادا کنه. فله ای یکفر بعد الحنس مباشره، دل از ماهی که بعد از حنس مستقیما بعد از اینکه حانس شد کفاره ادا میکنه، او بعد از ذلك به حین، یا مدت دیگری یا بعد مدتی ادا میکنه، هیچ مشکلی نداره. مثال دیگر، و کل حج، ولی حج برای یک انسان فرض شده، ولی دو سال سه سال شده که برای انسان حج فرض شده او حج انجام نداده، آیا این گناهکار میشه؟ آیا این مثلا خوب کار نکرده؟ نه، توصیه باشده که مبادرت ورزه، اما وقت خاصی نداره، مثلا حج بدو فرض شده، اگه این سال نمی کنه سال دیگه نمی کنه، پس مؤاخذه نیه، چون که غیر محدده، متوجه شدیم؟ و کل حج فهو واجب علی المستطیع علی التراخی، حج واجبه بر شخصی که استطاعت داره، علی التراخی بر تراخی، یعنی فاصله داره، فاصله دار هست، لل فور، یعنی فوراً حج بدو واجب نمیشه که مال بره حج کنه. فله اداؤه فی ای عام شاء من سنی عمره، هر سال از سالهای عمر خود که میخواد میتونه انجام بده، اما مبادرت کردن و پیشی گرفتن کار گفتیم خوبیه. این بود واجب مطلق. واجب مطلق یعنی مقید به وقت نیه دیگه.
أما القسم الدوم كأسه واجب مقيده، والواجب المقيد هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا. إنك شارع انجام فعل طلب کرده و مشخص ساخته یک وقت معینی برای ادای مفعول، یعنی گفته باید در فلان وقت ادا بشه، که صلوات الخمس و صوم رمضان مثل نمازهای پنجگانه یک واجب مقیدیه که نمازها باید سر وقت خونده بشه. مثلا نماز صبح از وقتی داره، نماز پیشین، نماز عصر، نماز شام، نماز خفتن، هر کدام از وقت داره. پس اگر انسان به وقت نماز ادا نکنه گناهکار میشه. و صوم رمضان و همچنین روزه رمضان هم یک واجب مقیدیه که روزه رمضان از خود یک ماه مشخصی داره، بعد در اون ماه انسان روزه بگیره. فلا یجوز اداؤه قبل وقته المحدد. پس درست نیه که یک انسان بیای امی نماز یا روزه یا واجب مقیده قبل از وقت از بخونه، نه دیگه نمیتونه شخص. و یأثم بتأخیره بعد وقته من غیر عذر مشروع. و تأخیر کردن در نمازها یا در واجب مقید بعد از وقت از او بدون عذر ای هم گناهکار میشه، یعنی بدون عذر بیای نفر نماز سر وقت نخونه یا روزه نگیره در وقتی او، ای هم که از گناهکار میشه. فالالزام فی الواجب المقید منصب علی الفعل و علی وقت معین. امی الزامی بودن انجام در واجب مقید، یعنی انجام دادن مفعول در واجب مقید منصب، یعنی این فرود آمده علی الفعل بر فعل و علی وقت معین بر وقت معین، یعنی در واجب مقید امی لازم بودن بر فعل و بر وقت هر دو تا هست. یعنی نفر نماز الزامه که بخونه، هم نماز بخونه هم در وقتی باید بخونه، متوجه شدیم؟ یعنی الزامی بودن انجام فعل در واجب مقید هم بر بالای فعل تحقق پیدا میکنه، هم بر بالای وقت، یعنی نماز لازم خونده بشه، هم خود نماز هم در وقت مخصوص که وقتی مشخصه. و الالزام فی واجب المطلق، باز الزام بودن در واجب مطلق منصب علی الفعل فقط، این فرود آمده فقط بر فعل، یعنی فعل باید انجام بشه، وقت از مشخص نیه دیگه. حال به حج برو، عالمی الزامی اینه که شما حج بکنه، فعل حج انجام بدیم، اما مقید نیه که به این وقت و بالاخره به این زمان. دون وقت معین، یعنی الزامی بودن در واجب مطلق فقط مختص به فعل نه به وقت. و هذا یعنی خود هذا یعنی خود هذا، وقتی که این چیزی بشه گفتم این قاعده فهمیدی، حالا بفهم دیگه. و ان المکلف اذا ادى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله أداء. میگه اگر مکلف در واجب مقید ادا کرد یک واجب در وقت از او به صورت درست و کامل، این گفته میشه ادا، یعنی اگر انسان بیاد نماز به شکل درست و صحیح در وقتی بخونه اینو میگم ادا. و اذا فعله في وقت معين ناقصا ثم اداؤه كاملا في هذا الوقت سمي اعاده. ای ثم فعله الثاني اعادتن. اگه باز نفر بیایه در همین وقت معین نماز رو بخونه اما ناقص بخونه، یک فرض رو انجام نده، یک رکن یا پیش رو بمونه، ثم اعاده کاملا فی هاد الوقت، باز عد بکنه نماز دوباره در این وقت، بازی چی گفته میشه در اصطلاح علما؟ گفته میشه فعل ثانیه رو گفته میشه اعاده، یعنی دوباره عد کرده. و اما و اذا اداه بعد الوقت سمی فعله قضاءا، باز اگر ادا کردمی نمازه متوجه شدیم، بعد از وقت ادا کرد این گفته میشه قضا. پس فعل ادا، فعل اعاده، فعل قضا برای واجب مقید هست، برای واجب مطلق این چیز نیست. خب این بود واجب به اعتبار وقت ادا، که چی وقت ادا بشه. این یک قسم رو خواندیم که واجب به اعتبار وقت ادا خوب به دو قسم میشد، واجب مطلق میشد و واجب مقید میشد. حالا قسم دوم واجب چیه؟ الواجب بالنظر الى تقدیره و عدم تقدیره. واجب به اعتبار که آیا
مقدر است یا مقدر نیست، یعنی اندازه داره یا اندازه نداره. صحیح شد؟ یعنی قسم الواجب به اعتبار المقدار المطلوب منه الى واجب محدد و واجب غیر محدد. واجب به این اعتبار، به این مقداری که مطلوب هست یا نیست، به دو قسمه. واجب محدده، یعنی واجبه که معینه، واجب مشخص اندازه دار، و واجب غیر محدد، یعنی واجب غیر محدود غیر اندازه دار. واجب محدد چه قسم واجبیه؟ واجب محدد هو معین الشارع منه مقدارا محددا. این که شارع یک مقدار محدد معینی را تعیین کرده باشه. مثل چی؟ که زکات. حالا زکات، این زکات یک فعلیه، یک واجبیه که وقتی که انسان مال از رو به نصاب برسه باید زکات پرداخت بکنه، ولی مشخص بشده، معین بشده که چقدر باید زکات بده. حالا هر زمانی که مال از رو به نصاب رسید و سال هم سپری شد، بعد ربع عشر رو بده. ربع عشر یعنی ما شو میگیم 41، از 43، از 41000، یا از گاو، از گوسپند، از طلا، از نقره، هر کدام از خود یک مقدار معینی داره. و اسمان المشتریات و المبیعات و دیات و نحو ذلک، و همچنین سمن، یعنی سمن یعنی پول، اسمان جمع سمن، سمن یعنی پول. اسمان المشتریات، پول های مشتری، کسی که مثلا چیزی میفروشه یا چیزی میخره، بالاخره پولی باید باشه دیگه. کسی که چیزی میفروشه باید پولی رو بگیره، یا چیزی کسی که میخره باید پولی رو بده. و دیات، باید در مقابل دیات نفر، این نفر دیگه کشته، باید دیات ما پرداخت کنه. متوجه شدیم؟ پس دیات هم پول دیگه. ببینیم زکات، این مسئله برای حقوق الله بود، یعنی زکات برای الله تعلق میگیره، حق الله. اما ثمن مشتریات و مبیعات و دیات، این حقوق الناسه، به انسان تعلق میگیره. یعنی اگه در مقابل چیزی که خرید فروش میشه پول نباشه، یک سود میشه دیگه. متوجه شدیم؟ پس این بیع مجهول میشه، بیع مجهول هم که صحیح نیه. خب پس این واجب معین و محدد گفتیم، واجبی که مقدار از او مشخص شده. و هذا النوع يتعلق بالذمه، امین نوع، امین واجب محدد، این تعلق میگیره به ذمه، به عهده انسان هست. اگه انسان امسال ادا نکرد، مثلا یک جنس خرید پولی نداد، یک سال دو سال سپری شد، ای از گردن ساقه بشه؟ نه، بلکه به ذمه از یحسه. ولی اگه 5 سال 10 سال بعدم که نفر ایر ببینه، پول خوبات میتونه بستانه. و تصیح المطالبه به من غیر توقف على قضاء او تراض، و صحیح مطالبه کردن بدون توقف به فیصله قاضی و یا راضی بودن بین هم دیگر. مثلا ببینیم، حالا کسی مثلا دیت خمای بستونه از این نفر، حالا می دیت، مطالبه کردن دیت، این متوقف به قضای قضی نیه یا به راضی بودن از او. تو می راضی باش می راضی نباش، ما حالا دیت خمای بستونه. متوجه شدیم؟ پس این کس صحیح مطالبه کردن دیت یا مطالبه کردن پول یا هر چی که در بین خود از اونو هسته، من غیر توقف على قضاء او تراض، متوقف بر قضای قضی و یا راضی بودن از اون نیه دیگه. هر وقت میتونه نفر مطالبه بکنه، دیت خوب بگیره، قرض داره قرض خوب بگیره. صحیح شد؟ یا اینکه مثلا دیگه موضوع، لانه محدد بنفسه، چون که همین چیز محدد بشه، مشخص بشه دیگه. ولا تبرأ ذمة المكلف منه الا بادائه على وجه الذي حدده الشارع. و خیلی نمیشه ذمه مکلف، ذمه واجب محدد، مگر ادا کردن اموشه به امو طریقی که شارع مشخص و محدد کرده و ثبت فی ذمته، و اموشه که در ذمه ازو ثابت شده. پس این بود واجب محدد. واجب محدد مقدار مشخصه، بر عهده شخص مکلف هسته، تا زمانی که ادا نکنه از گردن ازو ساقط نمیشه. این بود واجب محدد. یک قسم دیگری داریم به نام واجب غیر محدد. والواجب غیر المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره، این که شارع مقدار رو مشخص نکرده. مثل چی؟ کل انفاق فی سبیل الله فی غیر زکا، مانند انفاق کردن، صدقه دادن در راه الله. حالا صدقه دادن
به غیر از زکات، حالا زکات که فرضه، به غیر از زکات مثلا صدقه دادن گاهی اوقات چیه؟ گاهی اوقات واجبه، گاهی اوقات مستحبه. مثلا چه قسم نفر ماه فوت بکنه، هی کمک طلب میکنه که به ما کمک کنیم که از مرگ نجات پیدا کنم، به کسی کمک نمیکنه. حالا در این قسمت که هست کمک کردن به زو او کس واجبه، باید به زو مردم کمک بکنن، متوجه شدیم؟ یا اینکه به این محله، به این منطقه یک چیزی ما جور بشه، شفاخانه ما جور بشه به خاطر مریضا، به خاطر یک کلینیک جور بشه به خاطر مریضا، این یک واجبیه دیگه، مردم نیاز دارن، به خاطر مردم تلف نشن. پس هر کس باید به اندازه توانایی خود کمک بکنه، این میشه واجبه. واجب یعنی نفقه واجب که در غیر فرضیه، متوجه شدیم؟ پس هر کس به اندازه توان خود باید کمک بکنه. حالا انفاق هم فی سبیل الله در غیر زکات، این هم واجبیه، ما نمیتونیم بگیم که این مستحبه، نه، این واجبیه که باید نفر هر کس به اندازه توان خود بده. فلهذا لیس له حد محدود، اما یک حد مشخص نداره که چقدر بده، هر چی داره بده، مثلا 100 روپی میده، 1000 میده، 500 میده، هر چی که میده. و انما يتحدد بمقدار حاجه المحتاج و قدر و قدره المنفق، ای بستگی داره اندازه به مقدار حاجت محتاج که چقدر محتاج هست، چه عدد محتاج هست، یا قدرت منفق چقدر هست. به همون اندازه قدرت منفق، این قدر منفق پول دارتر باشه بیشتر بده، اگه فقیر کمتر بده. فمن تعین علیه صد حاجت الفقیر، یا اینکه امو حاجت فقیر پر رو بکنه، حاجت فقیر هر چی هسته، مثلا حاجت فقیر پر رو بکنه، مثلا اگه 200 بکار داره یا 300 بکار داره، حاجت فقیر تعیین بشه، مشخص بشه و بستگی داره به حاجت فقیر. لزمه واجب غیر محدد، یک واجب غیر محدد دیگه مشخص نشده، فعليه ان ينفق عليه على الفقير على هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته، همین قدر فقیر بده که حاجتش پر بشه، حاجتش حل بشه، تندفع یعنی حل بشه، مشکل رد بشه و از بین بره. این یک واجبی از غیر محدد. حالا مثال هایم برای بیان کرده، و منه ايضا همچنین از جمله واجب غیر محدد التعاون على البر، کمک کردن به نیکوکاریه. مثلا یک نفر مشکل داره، یک نفر مریضه، یک نفر معافیت بکنه، جای جور میشه، همین رو که از تعاون بر خیره. فهو واجب غیر محدد، این واجب غیر محددیه. و انما الذي يحدده نوعيه البر الذي يلزم المكلف التعاون على اجله، امی مشخص میکنه، مشخص میشه نوعیتمو نیکوکاری ملزم میکنه، الزام آوره برای مکلف که او هم در ایجاد از او سهمی داشته باشه، یعنی هر چقدر که لازم بود او هم باید سهم بگیره و او هم باید در کار خیر شریک بشه. و هذا النوع من الواجب لا يثبت الدين في ذمه، اما این واجب غیر محدد به ذمه انسان دیگه ثابت نمیشه. مثلا اگر نفر آمدن، یک نفر میخواست فوت بکنه، بالاخره این چیزی کمک نکرد، ولی یک سال دو سال تیر شد، نمیشه بدو بگی که تو بیا همین قدر بده، چون که نفر مصفت کنه بدو کمک نکردی، این در زمه انسان نیه. اما در واجه محدد بودن، مثلا نفر جنس خریده بود پول نداده بود، اگر دو سال، پنج سال، ده سال هم کسا بری بشه، باز هم باید اون پول ادا بکنه. لان شان فی ما یثبت فی ذمتل ان یکون محددن، چون که شان اینه که او چیزی در زمه ثابت میشه که محدد باشه، اگه محدد نباشه به ذمه انسان ثابت نمیشه. و علی هذا لا تثبت النفقه للزوجه في ذمه الزوج قبل الحق بها، ادمی جهت طبق همین قانون ثابت نمیشه نفقه زن بر ذمه شوهر قبل حکم بیاد. حالا این نفقه زن هم یا جمله واجب غیر محدده، محدد نشده که برای زن شب به هفته چند شب گوشت بده، به هفته چند شب مثلا برنج بده، به هفته چند شب میوه بده، این چیزا مشخص نشده، یا به هفته چند وقت مثلا دیگه چیزای بده تهیه بکن، این مشخص نشده. پس بنابراین وقتی که واجب غیر محدد باشه بستگی داره به چی؟ به توانایی شوهر، که شوهر هرچقدر توانایی داشت برای از او مصرف بکنه. حالا اگر مثلا شوهر
برای زن نفقه نداد، یک هفته دو هفته یک ماه نفقه نداد. یا مثلا زن که از در خوردن خود کمی کمی آورد مثلا، یا که قرض کرد، یا که جایی گرفت خرج کرد، آیا بعدا میتونه بگه بعدا میتونه از شوهر بگیره نفقه یک ماه قبل که مثلا دو نفقه نداده یا نه؟ در دو صورت امکان داره. یکی اینه که وقتی که دید امی زن دید که شوهر از نفقه نمیده به زور، رفت عرض کرد پیش قاضی که ای قاضی امی شوهر من نفقه من نمیده. حالا قاضی تعیین کرد که برای شوهر تعیین کرد که در قبال هر ماه نفقه برای زن خب باید تو برج 5 رو بدی، برج 5 رو بدی، و او یک ماه هم که دادی هیچ دیگه، یا او تعیین بکنه یا تعیین نکنه، از این بعد تو برج 5 رو بدی. متوجه شدیم؟ یا اگه در بین خود خزانه شوهر برازت بیان مثلا کنار بیان، شوهر بگه برج مثلا 3000 4000 برج تو میدم، تو خرج خون صرف کن. متوجه شدیم؟ در این دو صورت میشه محدد بکنیم، در غیر صورت محدد نمیشه. و على هذا طبق همین قانون لا تثبت نفقه للزوجه في ذمه الزوج قبل الحكم بها، قبل الحكم حکم محکمه و قبل راضی بودن نمیشه ما بگیم نفقه زن محدده. اول ترازی علیها، اما بعد از حکم قضی میشه. متوجه شدید؟ بعد از حکم قضی گفتیم میشه اول ترازی علیها، یا اینکه راضی باشن خودنا به رضایت رسیده باشن که نه ها در قبال هر ما تو مثلا 2000 3000 5000 میدم. عند بعض الفقهاء كالحنفيه، عن المذهب حناف بعض از فقهای حنفیه میگه میگن یعنی واجب زن نفقه زن محدد نیه، اما بعد از حکم قضی یا بعد از کنار آمدن با هم این محدد میشه. لانها قبل هاتین الحالتین لا تكون محدده، قبل از دو وقت، بعد از دو حالت، قبل از دو حالت محدد نیه، یعنی جلوتر از حکم قضی یا جلوتر از رضایت اینو محدد نیه، اما بعد از حکم قضی بعدی که کنار بیان محدد میشه. فلا تثبت فی الذمه، اما در ذمه ثابت نیه، در ذمه ثابت نمیشه دیگه. مثلا او برجایی که تو ندادی نفقه ندادی بیار بده، در ذمه ثابت نمیشه. و بالتالی خلاصه لا تصح المطالبه بها عن مدت سابقه لحکم القاضی او الترازی، صحیح نیه مطالبه کردن از مدت سابقه که قبل از حکم قضی بوده یا ترازی بوده. متوجه شدید؟ قبل از حکم قضی و قبل از رضی بودن مثلا اون مهار نداده، اونا دیگه بود لازم نمیشه. و عند بعض الاخر من الفقهاء كالشافعيه و غيرهم، اما در نزد بعضی از علمای دیگر مانند علمای شافعیه، علمای غیر علمای شافعیه، تثبت و نفقه الزوج دینا فی ذمه الزوج، اونا میگن نفقه زن ثابت میشه مثل یک دینی و ذمه شوهر، یعنی اونا میگن این مثل یک واجب محددیه، نفقه زن مثل یک واجب محددیه من حین امتناع نفقه، از وقتی که امتناع کرده از نفقه زن از اون وقت ثابت میشه باید این پرداخت بکنه شوهر. لان هذه النفقه عندهم واجب محدد، در نزد شافعیه همین نفقه زن مثل یک واجب محددیه. مقدار دیگه اگه ما تعیین بکنیم که این واجب محدده چقدر باید بده، معین بشه یا نشده؟ بله میگم معین بشه. فمقدارها محدد به حال زوج، مقدار همین نفقه محدد شده، معین شده به حالت زوج. اگه زن اگه شوهر پول داره بعد اینقدر بده، اگه پول داره اینقدر. مثلا قاضی میبینه نگاه میکنه مثلا شوهر پول داره، میگه ماهایی که روزی نفقه ندادی مثلا برج 10 رو بده، مثلا اگه فقیر میگه برج 5 رو بده. متوجه شدین؟ و من ثم از جهت فللزوجه المطالبه بها عن المده السابقه لحکم القاضی او الترازی، پس برای زن میتونه که مطالبه بکنه اون مدت سابقه ای که از حکم قاضی و راضی بودن به دو شوهر نفقه نداده، اون رو میتونه بگیره. ای من حین امتناع زوج عن نفقه، از وقتی که شوهر امتناع ورزیده عن نفقه زن. ببینید کمی که به حق نزدیکتره، چون که مثلا بعضی زنها شاید امکان داره ظلم بشه بدون نفقه داده نشه، وقتی که اگه محدد باشه از همون زمانی که شوهر نفقه نداده زن میتونه نفقه خوب بگیره. و به هذا اخذ القانون الاحوال الشخصيه العراقيه، بهمی طبق نظر شافعیه، مذهب شافعیه قانون احوال شخصی عراقی هم همی گپ گرفته و در کتاب در قانون ذکر کرده، در رقم 88 سال
سال 1959. خب من سالهای دارم تیر نکردم، نمیت خوندم از روی کتاب، امیدوارم که شما کتاب داشته باشین. صحیح شد؟ پس خلاصه گپ این شد که در امی واجب غیر محدد ای در نزد علمای احناف ای به ذمه ثابت نمیشه. متوجه شدیم؟ و نفقه زن ای یک واجب غیر محددیه که اگر مدت یک ماه یا دو ماه شوهر برای زن خود نفقه نداده بود، باز از گذشته نفقه به گردن شوهر ثابت نمیشه. اما اگر بعد حکم قاضی باشه یا راضی بود انتراضی باشه، باز در این صورت محدد میشه. اما علمای شافیه گفتن نه، از وقتی که شوهر امتناع ورزیده برای زن نفقه نداده، عدم زمان محدد تعیین میشه و قاضی میتونه تعیین بکنه و نیاز نیه که شوهر در برگردن شوهر لازمه که از اوس ماها و سالهایی که نفقه زن پرداخت نکرده باید پرداخت بکنه. یک واجب محددی میدانن، چنانچه قانون احوال شخصی عراقی هم همین نظر شافیه ترجیح داده و در قانون خود در رقم 88 سال 1959 ذکر کرده. این بود خلاصه درس ما و شما که ما دو قسم واجب رو خواندیم، یک واجب به اعتبار وقت ادا، یک واجب به نظر اندازه مقدر بودن یا مقدر نبودن، یعنی اندازه داره یا نداره. ما دو قسم واجب رو خواندیم، یک واجب به وقت ادا، یک واجب به اعتبار تقدیر و عدم تقدیر، که هر کدام از خود دو قسم داشت. واجب به اعتبار ادا باز واجب مطلق میشد، واجب مقید باز واجب به اعتبار تقدیر و عدم تقدیر هم به واجب محدد و غیر محدد تقسیم میشد. این بود خلاصه درس، امیدوارم که فهمیده باشین. تا درس آینده شما رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.